به خودمون جان بده و هم این که کمک بکنه ما احساسات و عواطفمون بروز پیدا بکنه، تربیت پیدا بکنه، جهت پیدا بکنه و هم این که به ما شیوه عمل و زیست و زندگی بده. دین این کارو میکنه در کنار اسطوره، ایدئولوژی و عرفان. هر چهار تا بله متافیزیکی در کار نیست. ببین الان میخوام اون به اصطلاح مؤلفه‌هاشو براتون عرض بکنم. حالا این نظام فرهنگی تام جهان شناسی داره، هر کدوم جهان شناسی خاص خودشونو دارن، معرفت شناسی خاص خودشونو دارن، انسان شناسی خاص خودشونو دارن و نظام اخلاقی خاص خودشون. درسته؟ عرض کنم که از ذیل این چهار تا شیوه زندگی یا الگوی زندگی پدید میاد که فقه در واقع به اون میپردازه در اسلام. خب حالا عرض کنیم که توی اون جهان شناسی، اون چیزی که شما مد نظرتونه تو جهان شناسی مطرح میشه که نگاه‌های دینی در واقع ماورای طبیعی اون وسط چجوری تحلیل میکنه. ما در اینجا قرائت‌های مختلفی داریم و دینداران طبیعتاً معتقد به امر قدسی هستن و اتفاقا توی تعریف من از دین اینه که مؤلفه اساسی دین امر قدسی است، تجربه امر قدسی است که اون در تجربه دینی بنیانگذار ظاهر میشه و بعد پیروان در واقع تأثیر میکنن به تجربه دینی بنیانگذار. بله؟ نه آقا این چه رفتی به سروش داره؟ اجازه بدید، اجازه بدید. وحی در کن وحی تجربه هم قدسی قرار داره، توجه دارید؟ یعنی دین ما رو متوجه یک نقطه در هستی میکنه که فراتر از امور روزمره است، فراتر از امور جاری است. خب این تلقی بنده از دینه. خب حالا ببینید توی این مؤلفه هایی که من عرض کردم اون شیوه زندگی کجا قرار میگیره؟ طبیعتاً یک کسی که معتقده به اون امر قدسی و رابطه با اون میاندیشه و براش به سر این امر محوری هست. خب ولی نکته اینه، حالا ببینید این اینجاست که من فکر منم با شما زاویه میگیرم. نکته اینه این آموزه ای که از طرف امر قدسی آمده، از طرف خدا آمده، هر تعبیری که شما میفرمایید، در مقام اجرا کجا اجرا میشود؟ نکته اینه، بحث من اینجاست که ما با هم بحث داریم. آقا در مقام اجرا رو زمین برای آدم ها تو جامعه اجرا میشه و شما اینجا دانش تجربی میخواید برای اجرای درست. خب اینجا اصلا اختلافی نداره. خب همین، خب من اصلا بحث من اینه. خب نه شما این نقطه اختلاف الحمدلله اختلافی نیست. بحث من همینه. همون درست بودنش، سر درست بودنش مشکله. آقا ببینید آی دکتر، شما وضع موجود رو در این جمهوری اسلامی بعد از 42 سال دین میدانید یا نه؟ ببینید من داعش هم جزء دین میدونم، یعنی بالاخره دینی تاریخی داره. من نمیتونم بگم که مثلا صفویان یا تشیع اصل صفوی جزء دین نیست. همه اینا جزء تاریخ اسلامه. اسلام اموی هم جزء تاریخ اسلامه. اینا کل تاریخ اسلامه. حالا سوال بعدی، اسلام خلفا شما تاریخ اسلام را دین میدانید یا دین را چیزی جدای تاریخ اسلام؟ ببینید اشترم که من اینجا به دیدگاه ما مستصد معتقدم که میگه آقا دین در طول تاریخ تجلیات مختلفی داره، تجلیات مثبت داره، تجلیات منفی هم داره. یعنی عملکرد تو کتاب عرض کردم که ادیان برای انسان، ملاحظه بفرمایید. عرض کردم که بنابراین وقتی که ما دین رو بررسی میکنیم، یه وقت ما دین در مس مد نظرمونه یا دین آرمانی مد نظرمونه، اون داستانش فرق. دین در مد تعریفی هست که تو مد ارائه میشه، دین آرمانی اون چیزی که نزد خداوند ارائه میشه الاخ. ولی یه وقت ما از دین واقعی، دین محقق در تاریخ صحبت میکنیم، ناگزیریم همه تجلیات دین رو دین تلقی میکنیم. اون چیزی که در جمهوری اسلامی هم بروز کرده بخشی از تاریخ دینه. بسیار. و الان ما با این سرکار داریم دیگه. بس محل اختلاف مشخصه. قاطبه آقایون معتقدن که آنچه در جمهوری اسلامی در شؤون مختلف محقق شده این را دین نمی نامی، این عمل دینداران می دانی. دین را چه می دانی؟ دین را عمل معصوم می دونی. یعنی اون رفتاری که معصوم
انجام داد در حوزه خلافت امیرالمومنین پیامبر، در حوزه رفتار با مردم، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، اون رو دین می‌دونیم. و حالا بگید فرقش چیه؟ عمل اونها رو ملاک ارزیابی و نقد تاریخ اسلام می‌دونیم، ملاک نقد جمهوری اسلامی می‌دونیم. میگیم آقا در جمهوری اسلامی امر به معروف این گونه رفتار شد که این امر به معروف سیره پیغمبر نبود. اگر حضرت عالی اومدی سیره پیغمبر و اون رفتارهای مسلمین رو همه رو دین را میدید، اصلا ملاکتون برای خوب و بد بودن دیگه معلوم نیست. باید دیگه ملاکی بیاد بگی آقا این جمهوری اسلامی درست عمل کرد، خوب عمل نکرد. چیه ملاک؟ ما ملاکمون رو همون سیره و فرمایش اولی شما که فرمودید کار نشده. پس ما بین تاریخ اسلام، صحنه عمل و اصل دین تفاوت قائلیم. اصل دین هم یه چیزه تو لوح محفوظ نمیگیم که شما بفرمایید آقا یه امر قدسی لوح محفوظ، میگیم اصل دین اینها، اینها این همین الگو، این اسره شما هستش. نه، قرآن با سوره متنه، سیره‌ای که اولیشون اشاره کردن ملاکه. پس شما بگید آقا جمهوری اسلامی در حوزه امر معروف و نهی از منکر دینی عمل کرد یا غیر دینی؟ میگیم اون کتاب سیره رو حضرت عالی که میگید لازمه اینو بیاری، میگیم 70% غیر دینی، 30% دینی عمل کرد. من کاملا با شما موافقم، فقط اشاره بکنم بین مقام های دین تمایز قائل بشن. من اینو توی کتابی که عرض کردم در واقع روایت ایرانی جامعه شناسی دین گفتم، ما یه وقتی از دین در مقام اون چه باید باشد سخن میگوییم، یه وقتی از دین در مقام اون چه هست تغییر یافته، یه وقتی از دین در مقام مد سخن میگوییم، یه وقتی از دین در مقام اون چیزی که در جامعه بروز پیدا کرده. این مقام های متمایز دین رو میتونیم به طرف مشخص بکنیم. البته من با شما موافقم، ما مقام تاریخی دین رو، مقام تحقیق یافته رو به وسیله اون مقام آرمانی نقد بکنیم. این کاملا برای یک دیندار موجه و قابل دفعه. آقای حبیبی در همین بعد ایشون معروف و البته هم باید توضیح بده معروف رو منکر در واقع اشکال روشی دارم به بحثای دویدون. من فکر میکنم که اشکالهای روشی سبب میشه که اون زبان مفاهم بشه. اولا من یه نکته رو قبل از اینکه اشکال رو بردم بکنم که من همین امروز صبح داشتم کتاب خونه رو یه مقداری زیر رو میکردم، دیدم کتاب در سیره نبردی در بحث امر معروف، یعنی کار شده های حالا ممکن مشخصاتش رو بگید من یادداشت کردم بذارم کتاب رو بعد از جلسه با ممنون ممکنه تک و توک باشه، مثلا حالا کتاب 100 صفحه 200 صفحه باشه، کتاب دایره معرفت جامعه نباشه، ولی کار شده در منظورم. عرضم به حضور شریفتون که اشکال اول در حوزه بحث شما سایده بود که حوزه بحث رو کامل و دقیق مشخص نفرمونید. شما فرمودید که فرافقی باید نگاه بکنید. خب فرافقی منظورتون فقط در تعامل با اخلاق هست، فقه و اخلاق، یا ما مثلا جایگاه مثلا فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر رو ببینیم، یا بحثای اینتردیسیپلیناری رو بخوایم ببینیم، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم دیگر رو هم اینجا بخوایم دخیل بکنیم. این حوزه و گستردگی بحث اول باید کامل مشخص بشه. و دوم اینکه اینی که سوالی که فرمودید در جواب دوستان که خب چه تفاوتی میکنه حالا روش ما، نگاه ما، این چه تفاوتی میکنه؟ خب این یه امر مسلمه است. ما امروز متفکران غربی رو میبینیم، نگاهشون به اسلام در غرب یا فنومنولوژیکالیستیه یا اپولوژتیکیه، اینها با این دو رویکرد دارن به اسلام میکنن. پدیده خب پیامدها و نتایجش هم مشخصه. در اون محققین ما یک پیامدها و نتایج خیلی نزدیک به نگاه شیعی می‌بینیم، در نگاه دیگر می‌بینیم یک شکاف و فاصله عمیق وجود داره. این نکته دوم هست که فرمودید تفاوتش چیه. تفاوت شما در نتایج و پیامدهای این محققین به صورت ملموس می‌تونیم ببینیم. نکته سوم که می‌خوام عرض بکنم خدمتتون که شما جایگاه علم اصول رو کجا دیدید؟ بله، فقه و اخلاق رو دیدیم. خب ما در اصول بحث مثلا تعارض احکام داریم، تکلیف مشخصه. تعارض روایات داریم، تکلیف مشخصه. میگن اگر این اتفاق افتاد
یک جای شما حتی تعارضاتی دیدی چیکار بعد کنید؟ اینا مشخص شده جایگاه علم اصول رو کجای بحث دیدی و بحث از عینیت و حقیقت ماجرا. شما فکر می‌کنم خیلی به عینیت توجه کردید در مباحثتون و به قدری حقیقت مفهوم بوده و این رو هم باید فکر می‌کنم مشخص کنید. ممنون. بسیار خوب. هرچند که شما فضاره من باید خیلی بازداره میبرید از امر معروف ما رو هی میخواید دور میکنید، منم هی میخوام شما رو بیارم تو امر معروف. یعنی نتیجه بحثا بقیه آقایونم اگر که صحبت میکنن حتما آخر بحثشون بگن که آقا روی این امر معروف این اتفاق میفته، اگر شما نگاهتون اونجوری شد جامعه شناسی شد تو امر معروف این اتفاق رقم میخوره. و من اگه این مدار ورود پیدا میکنم جمع جور میکنم میخوام آخر جلسه امر معروف مظلوم نماند. بفرمایید آقای ایشون هم فلسفه هستن الان خدا به خیر بگذاره. ایشون از همون اول وارد اون بحث شدن، ناچارن دوستان مبنای بحث بکنید، اینا همه حق دارن. ما فعلا الان اصل یک فرافقی رفتیم در این حال. شما چون به من هم اشاره کردیم، من کامل اومدم بحث آوردم تو تعریف وسیله امام و تطبیقش با روانشناسی، ناچاش و میکارو بکنم، ولی بحث مبنایی رو به خاطر بحث خود ایشون بسیم که سهبه اول رو کلن مبنایی حالا اجازه بید من یه مقدار به امر معروف واردش کنم. بله از علاقه آخر آمدید با خیلی خوش آمدید. من امیدوارم بعد از 300 سالی گفتمانی بشود بین نظام فکری مدرن جامعه شناختی و نظام سنتی دینی اسلامی با حضور شما اتفاق بیفته. اگر انبیا رو تعامل بتونید بکنید. من تا همین از 30-40 تا نکته نوشتم مبنایی مبنایی که اگر هر نشه هیچ فایده ای نداره. ما در مرد نخواهیم بیستر اینها رو اگر قابل بدونید من صوتی زد بکنم تقدیم بکنم از شما یاد فهم گرم. همون یک پس اجاره بکنم. پس ایشالله این جلسه بعدش میتونه یه تعاملاتی درش اتفاق بیفته. الان آقای دکتر دوستان الحمدلله بودن ضبط میکنم، من این رو انجام میدم، بعدم از آقای دکتر دوستان اون نتیجه چی شد جلسات بعد میان بگن نتیجه اون مفاهمت چی شد. استفاده یک الحمدلله بابی باز کرد. دو در واقع یک موردی که بریم به سمت نزدیک بشیم و مفضلم یک سوالی میخوام با من سوالایی دکتر بران به عنوان یک فلسفه خوانده که داره جامعه شناسی رو نگاه میکنه بشه بیرون. شما مفهوم عقلی بودن، اخلاقی بودن، عقلانی بودن، درست بودن، حق بودن اینا رو خب بحث داریم یه وقت میگه فرافقی یعنی یه ممکنه فقه گاهی متعارض بشه و فقه ممکنه هم رعایش با درست. عبدالله آقای دکتر حبیبی هم اشاره به دلیل که من به نظرم اصول فقه قلب دین هست، این رو حتما باش به توجه قلب اسلام نهدن. اونجا امر عقل و عقلا بحث شده، عقل چیه، عقلا چیه، به نظرم داری کمک میکنه به جامعه شناسا که نزدیکتر بشن به فهم فقها. اما سوالم از یک برادر بسیار بزرگوار جامعه شناس اینه که شما به عنوان جامعه شناس نه یک انسان برای میکنید که شما نماز شبم بخونید به عشقم بگید من برم جهنم، اما به عنوان یک جامعه شناس اصلا یعنی چی درست؟ آیا چیزی جز برساختهای مدرن ما داریم تو جامعه شناسی؟ اینکه خانم هر نده بدون از شوهرش بره بیرون یک برساخت مدرن اخلاقی اومانیستی غربی جدید غیر دینی غیر فقهی غیر اخلاقی غیر حق هست به نظر. سوال مشخصا اینه به عنوان جامعه شناس ملاک درست چیه؟ یعنی الان شما که پذیرفتید سیله رو به مظلوم رو من نگران شده، یعنی خروج از جامعه شناسی بود. جامعه شناسی یعنی چی؟ مظلوم خود مظلوم با ملاک حق با ملاک اخلاق باید سنجیده بشه دیگه. من سوالم اینه، بله ما میدونیم کانت هم مسیحی معتقدی بود، ولی کانت نمیتونست اون دینی که ما میگیم دین داشت، چون دین رو برساخت میدونه، پدیدار میدونه، حالا اون تعبیر فنومنولوژیکال چون حضرت داره فضل هستید من جسارت نمی کنم چون میدانیم چی میفهم یک همزبانی روش دار. سوالم اینه شما آقامانی که جامعه شناس درست به چی میگید؟ آیا چیزی دیگه از برساخت میتونه باشه که بگیم سپس بذارم؟ عرض کنم که ببینید ببخشید بسید ایشون هم بگن این همه برساخت ها و اینا رو آقایون بگن بعد شما یه توضیح بگن. حالا بحث برساخت و اینا نیست در قطعه
بیانات های دکتر دوستان همین رو میخواستم بپرسم که نزدیک میشه به سوال های دکتر هاشمی هم، که مثلا الان از نظر حضرت عالی اینکه همسر بخواد از شوهرش اجازه بگیره غیر معروف یا منکره؟ خب ما یه سری امور حساس‌تر هم داریم، بحث یه ناموسی مثلا حساس میشن برای ما. الان در اکنون جامعه ایران نه، مثلا 10 سال دیگه ما از حضرت عالی بپرسیم که حکومت اسلامی میتونه همجنسگرایان رو یا همجنسبازان رو ممانعت ایجاد بکنه، نهی از منکر بکنه، ازدواج با محارم پیش میاد مثلا، و بس علاوه ها چیزهای بدتر و بدتر از نظر ما و اون نگاه دینی ما. آفلاکمون بله رعاله، کاملا رعاله، ما ملاکمون مشخصه، ما اتفاقا با اون حقیقت دین کار داریم، میگیم با سیره با هر چیز اون حقیقتی که واسه ما روشن میکنه، میگیم این عمل عمل منکریه و باید نهی از منکر کرد، هم وظیفه حاکمیت اونانه سیاسی، هم وظیفه متشرعی. با نگاه حضرت عالی، با اون منظر شما، ما تا کی میتونیم در واقع این امور رو تحمل بکنیم، یا اینکه نه در مقابلشون، حالا قیام تعبیر خوبی نیست، در مقابلشون یک واکنشی نشون بدیم؟ در واقع همون میشه ضابطه معروف بودن و منکر بودن. بسیار خب، پس ببینید ما باید بریم ایشون تعریفش رو از معروف و منکر با توجه به همه مبانی فکریشون ارائه بدن. بسیار خب، اگر راجع به همین موضوع سوالی بازارید که ایشون باید بی زحمت، فقط خواهش هم ولی همین معروف چیه پرت نکنید، بفرمایید شما. من یه تقریبایی برداشت میکردم از سواله که ایشون کنید رو کنم بیم درسته، ولی خرافه بودن مسئله من باید بلندتر بفهم. حالا میگم مسئله اینه که من احساس میکنم مثلا شریعتی بحثی داره این کتابی که تقوا لازمه بشریت، یک معنای عمی از تقوا ارائه میده و بعد ارائه میکنه که مثلا جامعه انسانی وقتی شکل میگیره نمیدونه بدون تقوا چه جوریه. حالا بعد وقتی که دین میاد یک تعریف های یک راجعه رو رایی میزنه، احساس میکنم تقوا های دکترم چطوری که عمر و نهر بدن ساختار اجتماعی نمودی داره، اصلا اتفاق میفته خواه نخواه. حالا چهار یک متن دینی هم موجود داره و فکر کنم تعریف های دیگه داره، فکر متن نیست، گزاره های نیست. اگر اون عمر اجتماعی رو تقلیل بده به گزاره های که وجود داره، به همه اوقات پاسخ داده نمیشه. و اگر شکلی به قضیه ها بکنه یعنی عمر و معروف و نهی از اوکر یک گزاره نیست، یک چیزیست که در یک سازوکاریست که در جامعه و فرهنگ تربیه شده برای سیانت از خود و فرهنگ. اگر شکلی به قضیه نگاه بکنیم شاید خیلی از سوالات اصلا توی سمت سوالات مبنایی بره. بسیار خوب، خیلی متشکر. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر توضیح بدن معروف چیست، ولی اگه شون بخوان همه سوال شما رو هم جواب بدن طول میکشه، اما اول اگه زحمت بکشید معروف رو توضیح بدید بعد به اون سوال رو برزی متشکرم. من سخنان دوست اولم تشکر میکنم همه سروران گرامی که اصلا نظر کردن و نقد کردن، ممنونم. من سخنان دوستمون رو کاملا تایید میکنم، کاملا نگاه همینه. این مثلا ساده بزنم، مثلا شما توی اونجوری که ما گزارش هایی که از من که توی جامعه غربی نرفتم و نبودم، ولی گزارش هایی که دوستان و عزیزانی که اونجا هستن دریافت میکنیم، ببین مثلا نگاه کنید اگر کسی توی اتوبان مثلا توی آلمان عقب عقب بره یا مثلا قواعد رانندگی رو رعایت نکنه مورد سرزنش مردم قرار میگیره، یا عرض کنم که به پلیس اطلاع میدن. از نظر من اون امر معروف و نهی از منکر دوباره بفرمایید خب مثلا زنده و ساده، اگر کسی دنده عقب بره مثلا یا یه طرف رو بره، مردم احساس بدی پیدا می‌کنن به پلیس تذکر می‌دن، یعنی احساس من قانون شکسته. حالا اگر علمیشو بخواید اینو توضیح بدید یعنی چی؟ خواستم اینو بگم که این به اصطلاح چیزی جا افتاده اون تو اون جامعه معروفه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.
و وقتی این توسط مردم شکسته میشه، بقیه حداقلش اینه که سرزنش میکنن یا نگاه سرزنش باید رعایت قوانین رو شما معروف میدونید. نه مثلا از میدارم مثلا از دارم که معنی من همچون که ایشون گفتن معنی عام امر برخانی از منکر مد نظرم هست و خب توی این جمعه اصلا چیزی بنام فقه وجود نداره، اما چون اون خلاف اون فرهنگ مردم واکنششون میدن و به اصطلاح میتونیم میگیم امر برخانی از منکر. اما معروف در اینجا چیه؟ تو بستر اسلامی که داریم صحبت میکنیم اون ارزش های بنیادی دینی. خب حالا روی این اختلاف هست، یعنی ممکنه مثلا شما بگید آقا اینا ارزش هست، اونا نیست، ما هم بحثشی باشیم، ولی در بافت اسلامی معروف ارزش های بنیادی است که ما از دین استخراج میکنیم. میگیم آقا مثلا این 20 تا، این 30 تا، این 50 تا اصل ارزش های دینی ما هستن و معروف اینه که ما اینا رو در جامعه اسلامی محقق میکنیم و پاسداری ازشون میکنیم. حالا هر چی که دوش تر میشه اینا چیا هستن، بعد خود این ارزش ها هم سلسله مراتبی هستن. این نقطه کلیدی که وجود داره اینه، من میگم مثلا شفقت یک ارزش اسلامی است، احسان یک ارزش اسلامی است، راستگویی یک ارزش اسلامی است. اما غیر از اینکه ما باید این ارزش اسلامی رو احصا بکنیم بر اساس منابع متون یا سیره ائمه و پیامبر، عرض کنم که غیر از اینکه باید این احساب کنیم، باید نظام سلسله مراتبی رو مشخص بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این ارزش های اسلامی هم ارز با الف هم ارزش نیستن، یکی بالاتر قرار میگیره یکی پایینتر قرار میگیره. شما یه جایی اصلا خوبه که دروغ بگی، نباید راست بگی، اتفاقا راستگویی اونجا منکره، با اینکه یکی از ارزش های اسلامیه ولی اونجا راستگویی منکره. چرا؟ چون یک اصل اخلاقی بالاتر رو داره نقض میکنه تو سلسله مراتب ارزش های اسلام. خب بنابراین اینجاست که شما میگی آقا من بر اساس فقه اسلامی خوب راست رو گفتم، خب ولی طرف میتونه برای شما استدلال بیاره که این رعایت این حکم شرعی خلاف تفکر دینی ماست، خلاف ارزش های اسلامی ماست. چرا؟ چون این رعایت کردی اما یه اصل بالاتر رو از بین بردی و نقص کردی. اینجاست که من یک نگاه فراگیر دارم به نگاه دینی و به مثل امر معروف و نهی از منکر، ولی وقتی ما اینو میایم در چارچوب یک سری احکام صلب مشخص میفهمیم، اون جهان‌بینی رو از دست میدیم. قبول آقای دکتر، اون فرمایش اولتون همین توضیح بود با تعریف خود حضرت عالی. الان بگن که شما این که این کتاب رو نوشتید بفرمایید معروف و منکر چیست در تعریف شما؟ یک مثالی زدید شما، میگید اون چیزی که جامعه نسبت به اون حساسیت به خرج میده. اینو از فرمایش شما من فهمیدم. آیا معروف هر آن چیزی است که جامعه نسبت به او حساسیت به خرج میده؟ یه تعریفی بفرمایید که من با اون ارزش‌های بنیادی اسلام. ارزش‌های بنیادی چیست؟ خب همین این بعد چیزیست که باید بحث بشه. مثلا در باب روابط زن و مرد ما باید مجموعی از مباحثی داشته باشیم که قرآن در باب حقوق زن کدوم ها رو اصل و پایه قرار میده، کدوم ها رو فرع قرار میده. خب اون وقت ما باید در واقع همیشه متوجه این باشیم که اون اصول رو رعایت میکنیم. هر جا که در واقع هر جا که لازم شد متناسب با تحولات زمانه شما در واقع برخی از فروع باید تجدید نظر بکنید. چرا؟ چون اون اصل قرار رعایت بشه. خب این منطق بحث منه. اما اینکه موردی باید بحث بکنید، خب باید یک گفتگوی یک گفتمانی شکل بگیره در مورد ارزش‌های بنیادی راجع به روابط زن و مرد. پس شما ارزش‌های بنیادی رو بر اساس اسلام الان در نظر بگیرید. اگر کسی اومدش تو اسلام گفتش که فرض کنید که حجاب برگرفته از ارزش‌های بنیادی است در جامعه و چون قانون است باید باشه، اگر کسی بد حجاب شد این داره منکر انجام میده. اما اگر گفتن که نه آقا جامعه چنین چیزی نمیخواد، اتفاقا برعکسش حساسیت نشون میده گفتی که این کار باید باشه، خب اینجا با لفظ ارزش‌های بنیادی دردی رو دوا نمی‌کنه. حالا عرض می‌کنم ببینید، اولا حجاب یک هنجار اجتماعی است، یک هنجار دینی است. خود حجاب این چیزی است که باید تطبیق بکنی. این هنجار دینی مبتنی بر یک ارزش دینی.
اون ارزش دینی چه؟ افاف و پاک دامنی، یعنی حجاب شکلی از رفتار و پوششه که قرار اون ارزش بنیادی که پاک دامنی رو محقق میکنه. خب حالا این نکته من مثلا راحت بزنم. فرض کنیم که ما میگیم آقا حجاب باید رعایت بشه و اون هنجار دینی برای حفظ پاک دامنی. فرض کنیم که یک ارزش بنیادی دیگه هم داریم به نام حفظ کرامت انسان. خب و حفظ کرامت انسان برتر از رعایت حجاب. خب حالا بنده میخوام برم امر نهی از منکر بکنم، به نهی امر مبنی از منکر بکنم که کرامت این زن رو خدشه دار بکنم. توجه دارید اینجاست که ما وارد بحثای اجرایی میشیم و بحثای تجربه میشیم. خب بعد من یه نکته بگم چون در ذهن دوستان همشون میره تو نگاه جامعه شناسی و نگاه با اون بنیادها. من سال گذشته در دانشگاه تهران سخنرانی داشتم، من اونجا از دانشی صحبت کردم به نام سوسیوتئولوژی. سوسیوتئولوژی یعنی چی؟ یعنی الهیات جامعه شناسی یا در واقع خدا جامعه شناسی. خودم یادم میاد چون تعبیر جدیده، خدا جامعه شناسی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میخواییم به اصطلاح دین رو مطالعه میکنیم، جامعه شناسی دین کافی نیست. من اونجا عرض کردم اون جلسه هم مورد نقد و گفتگو قرار گرفت. خود جامعه شناسی ما چی میگه؟ اون میگه آقا من به عنوان یک انسان دیندار تفکر دینی دارم، ارزش ها و آموزه های دینی دارم، حالا میخوام از دانش جامعه شناسی برای تحقق اینا استفاده بکنم. پس اون بنیاد الهیاتی مفروضه. خب اون بنیاد الهیاتی مفروضه و حالا من میخوام از یک دانش تجربی برای تحقق اون بنیاد الهیاتی، برای عرض کنم که تسری اون بنیاد الهیاتی استفاده بکنم. بنابراین یک خلای ما اینجا داریم. من کتابایی که نوشتم عموما تو همین در ذیل همین در واقع سوسیوتئولوژی قرار میگیره، خود جامعه شناسی قرار میگیره. یعنی یک معتقد با نگاه دینی میگه آقا حالا من میخوام این آموزه دینی رو محقق بکنم، پیاده بکنم، چطور قوانین قواعد جامعه شناختی، مباحث جامعه شناختی به کمک من میاد و کمک هم میکنه که من بهتر به نحو تجربی جهان واقعی رو بشناسم و اون رو محقق بکنم. این چیزیست که در ایران مخفوله و ما روش کار نکردیم. من اون مباحث الهیاتی رو نفی نمیکنم، اما این ایراد جدی میبینم به دوستان، به خصوص دوستان روحانی ما که به قلم و تجربی توجه ندارن. ببینید کلیسا میگه آقا ایمان مراتبی دارن، این تو احادیث ما هست، ما تو قرآن هم داریم، تو احادیث ما هم داریم، ولی بعد دانشمند مسیحی میاد مراتب ایمانی رو باش تئوری میده و بعد این تئوری رو بررسی تجربی میکنه و بعد به ما میگه که آقا شما میخواید مثلا فرزند خودتو تربیت بکنی به مراتب بالاتری از ایمان برسه، چی کار باید با این بکنی؟ دانشمند مسلمان هم همین کارو میکنه. متاسف جعفری شما مثال ما نداریم. آدم جعفری تمام به پژوهش کرده حوزه دانشگاه دقیقاً کارش کرده. من کار تجربی ندارم. من اول بحثم ارائه گفتم. بسیار خوب. ما در حال اختیار شما قرار میدیم. یه نقش بگم هست. این نقش حالا شاید بگید هست، اما خب ما هم اظهار میکنیم کمه، بیشتر باید در زمینه کار بشه. خب این که جای خودشه. اما آقای دکتر من دوباره سوالم رو مطرح میکنم در همون مبحث مورد حجاب. شما فرمودید که این حجاب یک مسئله ذیل عفاف، عفاف یک ارزش بنیادی است، باید حفظش. بسیار فرض میکنیم فلسفه حجاب هم همینه، فقه اسلامی هم گفت این اتفاق بیفته. فرمودید که یک طوری نباید برخورد کنیم که اون کرامت انسانی از بین بره. اینم قبوله، قطعی نباید. الان در جامعه موجود ما بی‌حجابی منکر هست یا نیست؟ الان از دیدگاه ارزشی اگر از منظر ارزش‌های اسلامی نگاه بکنیم بله. از دید شما با توجه به جامعه بله. ببینید از به عنوان یک مسلمان که به موضوع نگاه میکنیم، یعنی یک هنجار دینی در جامعه ما رعایت نشده و نه تنها رعایت نشده
داره اصلا در میان بسیاری از مردم خودش عنوان منکر تلقی میشه. حالا ریشه این داستان کجاست؟ اینجا جامعه شناسی میتونه ما کمک بکنه و کاریست که من اینجا سعی کردم انجام بدم که ما چگونه عمل کردیم، ما چگونه عمل کردیم که به جای این که فرزندان این سرزمین رو اینطور تربیت بکنیم که چه این نگاه مثبتی به حجاب داشته باشن، چگونه عمل کردیم که اونا رو دور کردیم. خب و این در این کتاب مصادیق این نوع عمل کردن من آوردم که نوع عمل کرده ما در حوزی همون قبل از منکر مصداق از کجا آوردم؟ چون مشکلتون در روش شناسیه فقط ان تو مقام اجرا ما مشکل نداریم اصلا بعض من هم میده اصلا شما تو تیم مایید اصلا بعض من هم میده منطقه یه نکته هست یه نکته هست من میخوام بگم این اجرا توجه داشته باشه این خب من فکر کنم شاید بخاطر اینکه دوستان کتاب نخوندن این اجرا نکته نداشت. اگه به ما داده بودن ببینید فقط نکته ای که شاید ما باید گوش بحث بکنیم اینه، شاید اونجا با هم اختلاف نظر داشته باشیم، بنده معتقدم این اجرا، این نوع اجرا ریشه در نوع بینش دینی داره. این بحث بکنیم و من توش نقد کردم، این بینش دینی نقد کردم و میگم بله تو متن آمده، من سه تا دیدگاه در همون قرائت هم شاید عرض بکنم، من در این کتاب سه تا گرایش دینی رو بحث کردم، مثلا گرایش محافظت گرایی دینی، گرایش ترمیم گرایی دینی و گرایش بازسازی گرایی دینی. مصداقی بحث کردم، این آدم هاشو بحث کردم، مثلا آقای آیت الله مصباحی یزدی در گرایش محافظت گرایی دینی قرار داره، بحث های ایشون رو من آوردم و نفت کردم. من میگم چون بازساز گرایی خب حالا میخوام بگم یعنی من موردی اینجوری بحث کردم و میگم این اجرا یک نسبتی به اون بینش داره. مثلا آقای بهشتی، آیت الله بهشتی بینش دینیش ما بینش دینی آیت الله مصباحی یزدی یکی نیست، اختلاف جدی داره. ما کاملا موافقم نیست با این فرمایش مخالفت. ما میگیم دقیقاً آقای مصطفی بازسازی گرا. درست تدیدا نظر تعریف رو بگیم. تعریف رو بفرمایید. آقای مرادی ببخشید. خیلی معذرت می‌خوام. آهان، اجازه آقای مرادی بفرمایید. ایشون هم فلسفه داره. فلسفه چون خطش پره بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از آقای دکتر، خب بحث ما الان اتفاقا معطوف به کتاب شد آخر سر. من الان نمیدونم دقیقاً راجع به خود کتابه، یعنی روش شناسی نه بحث مرمولی، روش جناب عالی رو در مورد خود کتاب من نقد دارم. این که شما یک فصل یا دو فصل مشبع رو پرداختیم به این که نظر قرآن چیه و این رو تفکیک کردین از سنت روایات و سنت فقهی و کلامی. شما فرمودین که من دیدگاه هم دیدگاه جامعه شناسانه است، یعنی من به وضع موجود پدیداری که الان در جامعه اتفاق میفته رو نگاه میکنم. ما اون چیزی رو در جامعه شناسی مثلا امر معروف میگیم، به نهی از منکر میگیم که مطابقت پیدا میکنه با اون حساسیت اجتماعی، شهامت اجتماعی. مثال زدیم در مثلا کشور خارجی این مصادیق منکر دیگه میشناسن نسبت بهش واکنششون میدن. اما در آیات در اون قسمت اول که بحث آیات و روایات رو پرداختیم، معطوف کردیم بحثتون رو نسبت به اون چیزی که مدبعض مطلوب جامعه باید باشه. یعنی گفتیم اتفاقا قرآن هم اینی که شما میگین رو نمیگه، این کاری که شما میکنید قرآن هم انجام نمیده. این از نظر حفظ نطاق بحث و روش بحثی که باید در کتاب این برداختیم بهش یه اشکال عمده است. این تفکیک باید بین اینها انجام میشه. من در خود حالا اون بحث اولم که فصل اولی که به روایت یعنی میفرمایی که اول ایشون اومده دین رو از نگاه قرآن گفته این است، بعد گفتن وضع موجود جامعه این است، بین اینها تفاوت قائل شدن، بعد با اون نگاه اولی جامعه شناسی که گفتم میگه این تعارض وجود داره. اصلا جامعه شناسی اصلا نباید بگیم بحثی که دین در بعض مطلوب خودش چی هست و چی باید باشه میفرده. و حالا در اون بحث اول هم نقص و خلل‌های زیادی وجود داره. یعنی آیاتی که آوردین مثلا یک نمونهش رو که من میخوام اشاره کنم این که فرمودین که باز تعریف امر معروف هم مرتبط میشه. میگین که امر معروف اون اگر از اون که اصلا مرتبه عملی رو نداره. این استنباط فقهاست. خب این رو از کدوم آیه استخراج کردن؟ از آیه 41 سوره حج
می‌فرماید الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این ذیل آیه و الى الله ترجع الامور، یعنی اون صدر رو که فرموده ان مكنناهم في الارض که تناسب با مرتبه عملی داره رو ندید گرفتن. گفتن ما از این آیه می‌فهمیم که چون گفته الى الله ترجع الامور یعنی شما دخالت در اجبار و اکراه نداشته باشید. این از نظر روش شناسی و اصل تفسیری کاملا مخدوش، این استنباط اصلا دایره نمیشه. یعنی هیچ کدوم از فقها هم ما ندیدیم، خودمون اشاره نکردیم، من چند تا فقهای مفسران اشاره نکردن به اینکه این ذیل آیه دلالت داره بر اینکه این مرحله عملی اصلا نباید اتفاق بیفته. دیگه هم اشتباهه اصلا، روش شناسی خیلی متشکرم شما بفرمایید خلاصه. اگه این شرط ما برای گفتگو با شما داله برای اینکه شما من استفاده میکنم برای صوتتون هم چیز بذارید. نه زیاده هم آیا تو موبایل نه موبایل خیلی خب تماس مشکلی که در باز این بحث اصول فقهیست خیلی دانش مهم ساید اشاره کردن قلب دین است. ببینید تمسک به روایات و عمل معصوم و سیره و هر چیزی که هست، یه نکته من ندیدم کسی دیگه ممکنم این آقایون علما من حمله کنن، مخصوصا در دوره امیرالمومنین که خلیفه بود نه امام، به جهت ایجادی قابل استناد میتونیم چون امام این کارو کرد عزت علی ما میتونیم، اما به جهت سلبی هرگز. این نیست که این چون امام علی دیمه نبود توش، چون امام علی مثلا امر و نهی حجاب نکرده، چون امام علی مسواک، این که میشه داعش. پس اگر شما دنبال اینید که برید پیدا کنید بعد بگید نه امام علی اصلا امر به معروف نکرده که کرده، پس نمونه‌اش روایت داریم خود حضرت پیامبر راجع به مون خودمو امر حکومتی اجباری بخشنامه‌ای قانونی داره. به فرض اینکه نباشد نمیتونه بگید چون نیست پس دینی نیست، چون او امام نبود اونجا خلیفه بود اصلا نگاه یه چیز دیگه است. مجبور بر اون غلط مشهور هم که میگن حضرت علی گفت منو موعظه کنید منو هدایت کنید تو همین فاز است. دومین غلط مشهوری که هم تو نخبگان متأسفانه ساری شده هم تو جامعه ما همینه که ما چون بد عمل کردیم این شده، شاید 10% من به جد محکم وای نیستم، حتی اکثر 10% عمل بد ماست، 90% هم رسانه است. چیه؟ پس این رسانه به معنای عامش ما کاری در کوبا کار کردیم. اتفاقا یه جمله رو زاده بطور گفتم من تکرار میکنم، اتفاقا زمان شاه چرا خوب بود حجاب؟ چون خانواده کار میکرد، دست ما نبود، دست حوزه بود، دست علما بود، دست غرب نبود، دست اینستاگرام نبود، دست ماهواره نبود، دست روانشناسی نبود، دست جامعه شناسی نبود، دست دانشگاه نبود، دست این برای همین حجاب بهتر بود. عرضم اینه که من معتقدم حد اکثر، یعنی هی این همین مازوخیسم اجتماعی که ما بد کردیم ما بد کردیم ما بد کردیم نیست، حد اکثر در 90% اونا کردن. بفرمایید. بحث همش از کار فلسفه نگاه شد و خیلی هم ارزشمند بود. من سوالم از شما در حوزه روانشناسی بود که بعد شاید جا افتاد و چون از آثاری از مصداق به مفهوم رسیدید که ما اصلاً به این نقد شما ایرادی نداریم که در روش‌ها و شیوه عمل کردون. ببینید الان شما بحث سوسیولوژی رو مطرح کردید، جامعه شناسی خداشناسی خدا جامعه شناسی خدا جامعه شناسی خدا جامعه شناسی که حالا جامعه شناسی خدا مهتر هم به نوعی دیگر که جامعه به بحث حضور خدا میرسن. الان در حوزه روانشناسی این دایره هم خیلی مباحثش نزدیک مباحث اعتقادی و مذهبی است، درست شد؟ آیا برای ما این شخص که نگاهش نگاه مثلا از نگاه معرفتی از نگاه دینیه میتونه یه مرجعی باشه که من یا معروف رو تعریف کنم یا منکر رو رد کنم؟ من بحثم این بود چون از اتحالی مستاق مطرح کردید نه روش، مستاق بود که مثلا اصل اجازه گرفتن از شوهر برای زن یه توهین به مقام زنه. ببینید این روش نیست، بله این خود مستاقه، درست شد؟ من سوالم اینه، این که عرض کردم به شما اینو شما منکر میدونید، پس معروفش چیه؟ یعنی در حوزه معروف چی تعریف شده که امروز ما بخوایم اون رو به روش درستی که شما در حوزه روانشناسی و در حوزه جامعه شناسی میدونید ما اون رو بیاریم؟ خیلی متشکرم. اجازه آقایون دیگه سوال دیگه دارن؟ بفهمید شما سوالتون بخواید بلند سر بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
همیشه من تو مثال خودم چون میتونستم آقای رو برزورتان نمیتونم تو بحث کنم من تو مثال سر میکنم برای زورا موجه رسونم برداشت من از فراتر از فقه این نبود که از دین رد میشه بعد فهم خدا بودم فهم من این که یه چیزی توی گزاره این هست همیشه که در قالب خشک فقه بعضی رو قالب نمیگنجه اخوازه اخلاق دو هفته میشه این میاد اونجا این تو یه بحث خیلی خوبه تو بس اخلاق صورت بره این تو اون میگنجه دایره میشه گفت از فقه عبور کردیم ولی نه عبوری که نفتیش بکنیم از این که قوزم گسترش بدیم اگر از این جمعه نگاه میکنیم به نظر من اون اصلی یک قابل قبل بسیار خوب یک نفر دیگه هم اسکی خواهد صحبت کنه کس نبود بسیار های دکتر مشغول هندوانه هستن سوالی ندارم من خیلی واقعاً تشکر می‌کنم از سرور گرامی این بحث این گفتگو این فرصت این عرض کنم که اشتیاق برای گفتگو بسیار ممنونم عرض کنم که من منظورم ببینید در مورد مثلا زن صحبت می‌کنیم و مسائل مربوط به زن بحثم همینه که پیش نیاز این بحث اینه که ما انسان مدرن رو بشناسیم خب توجه داشته باشیم که ما در چه عصر زندگی میکنیم زن ایرانی الان کیه و برای این زن ما چطور میتونیم اون ارزش ها رو پیاده بکنیم خب اینجاست که من میگم دانش ها میان وسط دانش تجربی میاد وسط روانشناسی میاد وسط نمیدونم انسانشناسی میاد وسط جامعه شناسی میاد وسط و میتونه ما کمک بکنه خب فرهنگ در این عصر یک نگاهی داره این مثلا همه الان مطالعاتی که ما میکردیم در مورد چند شوهری در قواعد سیستان بلوچستان زنان بلوچ خوشحال میشن از اینکه شوهرشون یه زن دیگه بگیره چند تا زن بگیره چند همسر بزن سر بده عرض کردم که ولی شما مثلا روانشناسی زن شهری مدرن ایران در نظر بگیرید ما باید بخواد این احکام اینجا الان توی مثلا شهرهای مدرن ما هم پیاده بکنیم خب داستانش فرق داره خب من علوم تجربی اینجا به ما کمک میکنه خب این که من میگم مثلا فلان حکم ممکنه در یک شرایطی ضد انسانی و ضد اخلاقی باشه در شرایط دیگه امری قابل قبول هست این تفاوت هست خب و بحث من همینه ما رشته های تجربی رو اینجا وارد بکنیم مصادیق نسبیه در مورد مصادیق کلی من سوال کردم از حضرت ها اونا نسبیه درسته بر اساس مکان زمان متغیر قبول و این شرایط روحی انسان ها و اجتماعشون چیه دقیقا من اصل مثلا میگم من یه حساسیت هم نسبت به اتفاق ندارم به شما میگم چون شما به ما یه بحثی از پیر میزدید که از حوزه منتر دین نگاه میکنیم اصلا نه نه من جسارت نکردم من به همین نگاه دارم اتفاقا همین اصل اذن از شوهر چون بحث مبتنی در ولایت مداری است و بحث تربیتیه ببینید بنده 21 سال مرکز مشاوره دارم یعنی رجوع دارم از جمله آفتهایی که تو این اتفاق در جامعه مدرن و زن مدرن اتفاق افتاده نه مذهبی اصلا که اگر همین اصل ولایت پذیری رعایت میشد این مشکل اجتماعی از حوزه جامعه شناسی بر مبنای رفتار روانشناسی فرد ایجاد نمیشد درست شد؟ سوال شما عرض میکنم من روی مقداری مبنا شد که سوال کنم بحث پس روش اگر باشه قبول ما روش رو قبول داریم آقای دکتر هم فرمودن رسانه ها این روش رو خیلی سیاه نمایه کردن میپذیریم اما در مصادیق اگر مشکل هست که ما اصلا در مبنا نمیشیم میگه ما اصلا نگاهمون در حوزه معروف چیه نگاهمون در حوزه منکر چیه که بتونیم در شیره هامون خودمون رو به شما نزدیک یک اختلافی که ما اینجا داریم اون اختلاف برمیگرده به این که حقوق چه نسبتی با جهان اجتماعی داره نگاهی که بنده دارم اینه که حقوق متناسب با تحولات اجتماعی میبایست تغییر بکنه من جمله روابط زن و مرد بنابراین اون احکام حقوقی که مثلا در اسلام صدر ارائه شده رو متناسب با اون جامعه میدونه توجه دارید مثلا تو اون جامعه دو نوع زن وجود داشت زن آزاد زن غیر آزاد خب احکامش هم متناسب با اینا بود روابط اجتماعی هم
در واقع مرد سالارانه بود توی جامعه قبیله. آقای دکتر بر چه اساسی تغییر پیدا کنه؟ این مهمه. یعنی شما میفهمید تغییر پیدا کنه، همه هم میپذیرن. بله. ملاک ایشون فرمودن میگید خب اون قبول نیست دیگه. چی قبول است رو بر چه اساسی میگه؟ ملاکش همون من اونو معروفه. همون امر دینی است. یعنی اون عرض کردم اون وجوه امر دینی جهانبینی معرفت شناسی انسان شناسی و نظام اخلاقی. آقای دکتر مگه اجتهاد کاری غیر از این داره؟ مجتهد کارش مگه غیر از این نیست؟ فقه شیعه چرا شما مجتهد زنده باید انتخاب کنید؟ میگه که دائما داره تغییر اتفاق میفته، مسائل جدیدی داره اتفاق میفته. مجتهد کارش اینه که مسائل جدید را، این قسمت دومشون مهمه، مبتنی بر به قول شما همون ارزش‌های بنیادین ثابت بار بکنه. میشه اجتهاد. شما الان دائما میفرمایید باید این اتفاق بیفته، ما هم میگیم باید این اتفاق بیفته. کسی از آقایون الان نیست بخواد بگه که نمیخواد بیفته. ما میخوام همون مثل زمان پیغمبر سوار چهارپا باید بشیم اله کنیم بله کنیم هواپیما نقل می‌سازیم. اما شما اینکه باید این اتفاق بیفته، باید عوض بشه، یه نتیجه میاد میگیرید و اون این هستش که مثلا اجازه زن از همسرش یه غیر انسانیه. این رو چه اجتهادی الان نتیجه گرفتید؟ مبنای شما چیه؟ ملاکتون برای این غیر انسانی خواندن این چیست؟ مجتهدی مبنایی داره، اصولی داره، حالا اصول فقه میشون، اصول دین میدونه، نه من اصول فقه میگم چون اخلاق هم اصول داره، عقاید هم اصول داره. اصول بر اساس اصول فقه میادش یه استنباطی میکنه، یا آقا نه الان هم باید اجازه بگیرد و من میگه 50 سال 60 سال کار کردم اینه. شما میگید نه آقا، این آقا بر اساس فقه زمان پیغمبر داره این حرفو میزنه. خب این آقا میگه من مجتهدم. شما رو چه اساسی میگید این آن نیست؟ این رو شما باید الان بتونید ببینید. یکی از راه‌های بررسی این ماجرا، یکی از راه‌های بررسی مثلا این مشکلات، مثلا عدم تحقق اون آموزه یا اون حکم. شما راه‌های مختلف یک حکم رو دنبال میکنید، ببینید این محقق نمیشه. خب بعد فکری جامعه شناس، روان شناس، هر کی به این خطوب به این متوجه میشه که چرا این عمل نمیشه. خب یه وقتی نکته اینه، یه وقتی شما میگی آقا ما بد عمل کردیم، اجرا بد بود. خب بعد وقتی میبینید که در چندین دهه این محقق نشد، آرام آرام ذهن ما به این خطوب میکنه که شاید ریشه ماجرا مشکل داره و شما تردیدات از مرحله اجرا میره به مرحله خود حکم، که شاید ما باید در یک وجه دیگه این رو بررسی بکنیم. یه مثال دیگه بزنم. ببینید من 10 سال تو حوزه جامعه شناسی خانواده کار کردم و دارم همچنان کار میکنم. فقط حاج آقا در یک پروژه ما با 90 نفر مصاحبه کردیم، 90 آدمی که تجربه تعهد داشته، متأهل بوده یا بعداً طلاق بوده. ما با مسائلی مواجه شدیم که فای ما راهنی بهش نده، حداقل در مقام اجرا این وجود نده. مثل چی؟ ببینید تو بررسی ها مشاهده کردیم که ما در ایران 3 نوع محرومیت جنسی داریم. محرومیت جنسی پیش از تعهد، محرومیت جنسی حین تعهد و محرومیت جنسی پس از تعهد. مثال عرض بکنم، من مصاحبه کردم و این زنده است، با یه خانم مصاحبه کردم 20 سال باکر است ولی متأهل. خب با فرد دیگه مصاحبه کردم که 12 سال همسرش باهاش هیچ ارتباط جنسی نداره. خب اما این زن حق طلاق هم نداره. ببینید ما در بررسی های تجربیمون با مشکلاتی مواجه میشیم که به نظر میاد احکام موجود راه گوشه نیست. بعد اجازه بدید خب. حالا اجازه بدید، حالا مشکل اون خانمه رو الان نمی کنیم. اجازه بدید ببینید دوستان عزیز، دوست توجه بفرمایید. اون ما الان
برای این زنی که باید بره تو اون سیستم دادگاهی و فلان آیا موفق بشه یا نشه، اینها چون ببینید من کتابی معمولی انتشار کردم که متاسفانه مجوز نگرفت، عرض کنم که با 53 زنه که شوهر کشی کردن در زندان زنان مصاحبه کردیم و بخش قابل در... یعنی عمده این شوهر کشی هم ناشی از این بوده که زن میخواست طلاق بگیره. آقایون موافق باشن یه جلسه مختصه این بسرین زن میخواست طلاق بگیره، شرایطش فراهم نبوده، یعنی هرچی تلاش کرده به اون بس بوده، بعد رفته به پدر مادرش گفته که آقا من طلاق میخوام، عوض میخوام که اینجا همه مردن من میتونم راحت صحبت بکنم. میگه این آقای نه ماه میاد خودش رو هم میماله من رو هم میکنه میره، تازه عروس نه ماه از پدر مادرش خواهش میکنه من طلاق میخوام، این فقط میاد خودش رو هم میماله میره. خب میگه نه طلاق داشته یا مثلا تو نمیتونی برو تو خونه. ببینید ما در بررسی بله آفرین در بررسی جهان اجتماعی با معضلاتی مواجه میشیم. من مثال زنده دادم که اون خدشه که در ذهن شما با مثالای دیگه روشن بشه. ما با معضلاتی مواجه هستیم که این احکام موجود مشکل ما رو حل نمیکنه، نه تنها مسئله ایجاد میکنه. مثلا زن آیا حق طلاق نباید داشته باشه اینجور موارد؟ حالا اجازه بفرمایید این فرمایش ایشون ببینید یه از یه بحثی ورود به یه بحث دیگه شد. این بحث سوال اینه که آیا فقه موجود، اجتهاد موجود پاسخگوی همه نیازهای روز جامعه هست که باید بیشتر کار بشه؟ بله، مملکت ما 2500 سال پادشاهی بود، کاری به فقه نداشت. اون چیزهایی که مربوط به نجاسات و طهارت و آب چاه و اینا بود فربه شد. بعد یک دفعه جمهوری اسلامی شده، بحث قضا اومده، بحث‌های فقه حکومتی اومده و اینها سوال‌های جدیدی رو ایجاد کرده که باید حوزه های علمی ما خودشون به روز کنند. این حرف کاملا درست. اما از اون فرمایش قبلی شما که ورود پیدا کنیم که آیا ما اینها رو ناکارآمد بدونیم، نه کار نشده، که نه اینکه کار شده دو دهه اینجوری شد آقا جواب نداد پس یه فکر دیگه ای بکنیم. اینو اگه بفهمید بله یه ترسی من دارم ساله. یه ترسی من دارم من ما... تاریخ به ما فرصت همیشگی نمیده. آه این ترس شما درسته، میدونی؟ مثل همین آقای رئیسی که میگن آخرین فرصت جمهوری اسلامی هسته که این درست. اما سوال اینه که آیا میتوانیم بگوییم نتیجه بگیریم که پس ناکار آمده است؟ اینو از اینو چجوری و بعد باز تالیتل بشیم باشه پس آقا به همش بزنیم اینی که ما میگیم بشه. بعد برای کاش 5 تا مصاحبه هم از آقایون فقها می‌کردید شما در جوابش. آقا جوابی هست یا نیست؟ آقا من فکر کردم می‌خواد بگی 5 تا مصاحبه از آقایونی که زنش رو کشتن. برای اینجور فکر کردم جایگزینش در چه شکلی؟ آخه الان این ناکارآمد، بعد هر جوری دلمون خواست بگیم نکته همینجاست. ما به آسیب شناسی بکنم و این کتاب آسیب شناسیه و ما میتونیم نمیگیم که حرف آخر زدیم، ولی قبول بکنیم ما بریم آسیب شناسی بکنیم رو اوضاعی مختلف و بعد بحث و گفتگو بکنیم. این یک کار آغازین در آسیب شناسی اجرای آموزی هم قبل از من کرد. بسیار خوب، شما میگید من وجودی رو ندیدم، کاملا طبیعی، کاملا ممکنه. بسیار خوب، ساعت 12:30 ما تا 12:30 گفتیم جلسه‌مون تمام. حتی آقای دکتر میخوایم سوال کنیم بعد از این همه سال تحقیق و دارای دغدغه‌های جامعه شناسی که داشتن، الان مهمترین مشکل امر معروف چرا از همین که فرمودید کار نشده یا جواب نداده این حرفا، اگر بخواید بگید یه راه حلی من میخوام بدم تو این جامعه بعد از این کتاب، بگید آقا اگر میخواهید امر به معروف
درست عمل بشه، این ستادی که تشکیل شده بگه آقا شما اینجوری عمل کنید کار درست میشه. این اگر بخواید بفرمایید چی میفرمایید؟ این یه پیشنهادی که من توی این کار داده بودم این بود که در واقع اون تاکیدم داشتم تو اصولم آوردم که آقا مأمور دولت شخص مناسبی برای امر معروف و نهی از منکر نیست، اون کارمند. عمل دینی باید با انگیزه و نیات دینی انجام بگیره. این تأکیدی بود که من تو کار داشتم. خب برای اینکه این محقق بشه من پیشنهاد کرده بودم که سازمان‌های دینی مردم نهاد تأسیس بشه. یعنی آقا مؤمنان میگن ما میخوایم تو این حوزه فعالیت بکنیم، به اینا تسهیلات داده بشه، دولتی نباشه، تسهیلات داده بشه، امکانات داده بشه، اینا بیان ایشون رئیسه تو این حوزه فعالیت بکنه. ایشون مسئول تشکل‌های مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد شدن، به ما هم قول دادن حداقل 110,000 تشکل رو ایشون را بندازن، 135,000 تشکل هم در یک سال ایشون را بندازن. برای همین ما خدمتتون هستیم. اگه نتیجه این کتاب اینه خب الحمدلله. کمک دوستان آقای دکتر تشکر. بله، حالا همین رو میخوام بگم و شما بگید چه شکلی و ایناشو. حالا اون رد میگید ما مشکل روش داریم، تشریف بیارید و بگید که این روش هم اینجوری، من یه طرحی دارم، احتمالا تو این بحثا طرح دارید، فکر دارید و حرفا. این دو بزرگوار. و یکی هم ما تشکل محله مسجد محور یا شوراهای محله رو داریم که آقای جامعی اون امتحانش هستن که دیرم اومدن. خدمت شما عرض کنم که تو هر محله مردم چه نقشی بتونن ایفا کنند، به جای اینکه همش از بالا و حکومتی اینها باشن، محدوده محله مشخص بشه و اونجا ورود پیدا کنند. خب الحمدلله نتیجه جلسه به یک نقطه عملیاتی مورد توافق منجر شد. یه نکته دیگه من اضافه کنم واسه میخوام اون بود که در واقع متاسفانه این کار نشون داده، حالا شاید شما ارزیابی دیگه داشته باشید، امر معروف و نهی از منکر در ایران گره خورده با خشونت. خب و این بزرگترین آسیبه برش. ما اگر میخواییم این آموزه زنده بمانه باید این را حتما جدا کنیم، باید به نحو جدی، یعنی به صلاح آمر به معروف و نهی از منکر به عنوان فردی که خودش به ما تأمین میکنه تلقی نباید بشه. اگر بشه شک نکنید که این آموزه میمیره، لاغل در فرهنگ ما میمیره موقتا. خب همونجور که مایکل کوک میگه که اصلا از اینجا شروع شد کارش، میگه من توی اسکای مترو بودم، یعنی چیز مزد بخونم، میگه من تو روزنامه خوندم در اسکای مترو جلوی دیگران یک مردی به یک زنی تجاوز میکنه، هیچ کسی حرکتی نمیکنه، بعد پلیس اعلامیه میده که از این به بعد کسی در این موقعیت ها کمک بکنه ما بهش جایزه میدیم. بعد این آقا میگه که چرا مردم همینجوری بدون جایزه هیچ کاری نکردن. من میگه من بررسی کردم فهمیدم تو فرهنگ اسلامی یه اصلی وجود داره به نام امر معروف و نهی از منکر، بعد میاد 15 سال کار میکنه. ببینید این آموزه مترقیانه است، برای اینکه توش نقد اجتماعی هست، توش ارشم نظارت اجتماعی هست، خب اصلاح اجتماعی تو این آموزه وجود داره. ولی اگر این گره بخوره با خشونت در واقع به لحاظ فرهنگی میمیره. تجاوز رو بدون خشونت روش بگیریم. ببینید یکی از بحثایی که من کردم اینجا مبانیش هم گفتم، آره اشکال نداره، یکی از مبانی که گفتم اینه که بین گناه و جرم تمایز باید بشه. جرم رو بسپاریم به دست ناظران قانونی، نظارت قانونی رسمی، ولی گناه رو بسپاریم به دست مؤمنان. اون گناهانی که جرم تلقی میشن نظارت قانونی داریم، قوه قضاییه، پلیس، نیروی انتظامی، چه میدونم بسیج، سپاه، ارتش، هرچی. خب اما گناه دایره وسیع‌تری داره. مثلا اگر من دروغ بگم عمدتاً جرم نکردم تو ایران، گناهه. اینو باید مؤمنان بیان مشارکت بکنن و به صلاح این دوتا رو عوض بکنیم. مشکلی که در ایران معاصر داشتیم این
بود که ما مأمور قانون رو متصدی امر و نهی از منکر کردیم و این بوده که در واقع اون رو با خشونت پیوند داده. از این باید اجتناب بکنیم. این نقد جدی آقای دکتر. ما آقایون ما یک عصر رو رفتیم. من فقط اصول دیگر رو میخونم. مثلا اصول دیگرش کاملا به شما برمیگرده و شما یک کار غیر دینی بنا به فرمایش آقای دکتر دارید میکنید اینجا. چرا؟ شما برای این کار دارید اجرت میگیرید. اصل دوم عجیب و مأمور آمر به معروف و ناهی از منکر مناسبی نیست. ایشون میگن که آنکه عجیب و مستخدم دولت یا سازمان خاصی میشود تا امر به معروف و نهی از منکر کند، نفس این اقدام غیر دینی است، زیرا دیگر داوطلبانه و از روی تعهد دینی صورت نمیگیرد. در چنین وضعی آرام آرام تعهد اداری و سازمانی جای تعهد دینی را میگیرد. و ایشون به عنوان اصل دومشون تأکید میکنه این کار باید مردمی و دینی و با انگیزه باشه، نه با وظیفه اداری. جای صحبت ده. اصل سوم، امر به معروف و نهی از منکر قابل تقلیل به امور شخصی و فردی نیست. خب این خوبه، امور اجتماعیه، امور کلیه. اصل چهارم، اجرای آموزه امر به معروف و نهی از منکر اعمال قدرت اخلاقی است، نه برقراری رابطه ای آمرانه. اعمال قدرت اخلاقی است، یعنی ایشون در بحث امر به معروف بحث آمرانه و ناهیانه بودنش رو تبدیل کردن به بحث اخلاقی. چای بحثی ها نقطه فقط اشاره بکنم، در فرهنگ اسلامی گفته میشه علاجهت الاستعلا، علاجهت الاستعلا. بعد استعلا به معنای اعمال قدرت فهمیده شده. نکته‌ای که من اینجا دارم به نقدی که دارم اینه که این استعلا برتری اخلاقی است، نه برتری با به عنوان زور و قدرت. بخاطر اینکه بتونیم باز ابو عمر از منکر از خشونت جدا کنیم. ببخشید، حالا اگر مایل باشید ما جلسات دیگه به اینا اختصاص میدیم. و اصل پنجم، امر معروف و نهی از منکر نوعی دعوت، تبلیغ، آگاهی بخشی و مداخله اجتماعی است. پس ایشون امر به معروف رو با تبلیغ و دعوت به خیر یکی گرفتن و مداخله اجتماعی همونه. و بحث مداخله های اجتماعی هم اصل فردی نیستش، مداخله های اجتماعی. اصل ششم، امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از خشونت و قوه قهریه خود یک منکر بزرگ است. یعنی اگر جایی خشونت وارد شد، قوه قهریه اومد، ایشون میگن این خودش ضد دینه و منکره. این باید اثبات بشیم. بس امر به معروف و نهی از منکر غیر از دستگیری مجرمان است. باز مرتبط با همون قبلیه. الان سه تا اصل در واقع ایشون دارن تأکید میکنن. بابا این اخلاقیه، دعوتیه، آمرانه نیستش. خشونت اگر اومد، قوه قهریه اومدش، خودش منکره. دستگیری کار امر معروف نیست، اون کار نیروهای مثلا انتظامیه. معروف و منکر یه سفیش بگم جا انداختم اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر اگر بر عهده دولت باشد باعث تخریب قلمروی دینی می شود. این با هم اصل دوم که مأمور و مأجور شدن خودش غیر دینیه و این بزاره فکر کنم همون رو تأکید داره می کنه. اصل نهم، امر به معروف و نهی از منکر بنیانی دینی برای نقد اجتماعی و اخلاقی، نظارت اجتماعی و بنیانی برای مباحثه عمومی فراهم می آورد. یعنی یه بحث تبادل علمی نظری اجتماعیه که انه او اگر کار عملی شد کار دولت دیگه اسمش امر معروف نیست. نظارت اجتماعی، خب نظارت اجتماعی مثلا اون مثالی که از آلمان زدم مثلا نظارت اجتماعی بسیار. و اصل دهم،
معروف و منکر را عرف زمانه تعیین میکند. این آقای دکتر نگفت هرچی ما اصرار کردیم، ولی اینجا آوردن ایشون. تو قرآن هم همینه. حالا بعد قرآن میشه معروف و منکر را ملاک تشخیصش هی میپرسیدیم چیه، ایشون تصریح داره عرف زمانه تعیین میکند و یکی از معیارهای مهم تشخیص آنها همانا همسازی با مدنیت هست. ما ایشون رو تلاش کردیم جذب کردیم و گفتیم حرفا یکی شد، اما اینی که اینجا نوشتن باید کلی کار داره. اگر ایشالله هماهنگی اتفاق بیفته ما آیا. به نظر بنده جلسه خوبی بودش در مجموع، بعد هم یه مدار ورود پیدا کردم ببخشید اما خوب بود جلسه، صحبت های خوبی رد و بدل شد. نظر آقای دکتر رو راجع به جلسه بپرسیم چجور جلسه بود. من بسیار سپاسگزارم از شما، از همه دوستان سروران گرامی، از نقداتون ممنونم، یاد گرفتم از شما و یاد میگیرم. من هرگز ادعا نکردم که کارمون بی نقصه و اصلا این جلسه برای همین بود و امیدوارم باز جلسات مختلف دیگه ای برگزار بشه در مورد این کتاب محترم و نقد بشه و نقدای نوشته بشه و ما بیاموزیم. استفاده کردم از آقای دکتر دوستان دیگه اشتباه نکنم، تقاضا میکنم اون فایل رو بفرستن که استفاده میکنیم. 25 تا که یکیشو گفت. بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما و از وقتی که گذاشتید و ما نمادی دارید آقای دکتر برای اداره جلسه، برای خود جلسه طور دیگه ای باشه؟ نه به نظرم خیلی آقایون کتاب رو ما دادیم خوندن مثل آقای دکتر مرادی و همون چند تا کتابی بودش، من خودم یه کتاب به من دادن ایشون، کتاب رو نگاهی کردم دادم به ایشون و به هر حال چکیده مباحث ایشون تو همین اصلاس که خوبه، که نوع نوشتن کتابشون هم خوب بود، یعنی آدم میدونه ورود و خروج کتاب چگونه است. حالا ممکنه تو محتوای کتاب تعارضی باشه، تناقضی بشه، اما آدم میفهمه کل کتاب چی میگه. من از آقای مرادی و آقای دوستانی همینو میخوام. شما یه کتاب چند صد صفحه‌ای رو بگید آقا این 10 مورده، مثلا کل عرفان رو اومده گفته آقا این 15 اصل عرفانه. فکر کنم دوماد محی‌الدین کی بود؟ ها؟ قونوی. قونوی اومده گفته 15 اصل کل عرفان همینه. ایشون هم گفتن آقا تمام صحبت‌های من این 10 اصله، که البته این 10 اصل قابلیت تقلیل به 5 اصلا میتونه، 6 اصلا میتونه باشه. آقا کل صحبت‌های ما اینه. ما اگر که بیشتر تو این جلسات می‌خوایم حضور پیدا کنیم، حتی نفرات دیگه‌ای هم بیان از آقای دکترام دعوت می‌کنیم. اگر یه جاهایی دیدیم قشنگ لازمه یه کس دیگه کاملا کتابی داره، کرسی آزاد اندیش بشه، دو نفر باشن و ما نگاه کنیم از بحث هم دیگه استفاده کنیم. کرسی آزاد اندیش به این معنا رو ما داریم میگیم که فکرها به جولان بیاد، فقط نمیخوایم همه بیان میگن تعریف کنن چقدر خوبید شما. الان اصل دوم ایشونه که اصلا شما مشروعیت ندارید اینجا، جمع کنید بساطتون رو و عرض کنم که من همون تو اصل اول وارد شدم که دیگه مجلس رو یه ذره جمعی بشه، یعنی نذاشتی بحث دوم بکشه. تو این روحانی با اون آقای رو آقای محبی بودن تو گفتگو با ایشون، من خدمتشون رسیدم گفتگو داشت و اینو ان شاء الله اگر آقای موافق باشین ان شاء الله یه بازخوردی میگیریم از آقایون برای جلسه بعد هم دعوت میکنیم و ما یک دور باید امر به معروف رو کاملا حلاجی کنیم. امثال آی دکتر که نقد دارن بسیار مختنم هستن برای ما و از باب تعارف هم نمیگم، حالا برای سانه ایشون من نمیشناختم قبلا این حرفا، اما وجود این که نقد کنم با خیلی شجاعت اینم یا آقا این مثلا کار غیر انسانی هستن، وجود شما نامشروعه مثلا در این حوزه، حالا به این شدت نگفتن ایشون، من میگم و بله حضورشون در اینجا رو خدمت شما عرض کنم که خودگویی و خود خدمت شما عرض کنم که وجود این ستاد نامشروعه، چون داره دولت پول میگیره، بودجه بیت المال میگیره و خدمت شما این رو جمعش کنید آقا، بدید این پول رو بدید مردم خودشون امر معروف کنن. اینا چیزهایی که جلسات بعد میتونه، اما اساس بحث همون سر مبانیه، یعنی از مبانیه که میرش به این مسائل میرسه.
اما اون قسمت مثبتش آقای دکتر در این کتاب رفتن به سمت اینکه ما تشکل‌های مردمی باید راه بندازیم. انشالله به ما اجازه میدن که وجود این مجموعه رو برای تشکل‌های مردمی بخوایم راه بندازیم، احیا کنیم، اینو دیگه مشروع میدونن. و ما هم اصلا همه کارمون همینه. یه نکته ای رو من از بگم، من فکر میکنم آقای دکتر اگر بیان با همین سبقه تجربی و تحقیق جامعه شناسی شد روی مثلا 50 مورد تشکل مردمی که وارد مطالبه گری شده و قدرت ها و افراد رو له کردن، ضربه بهش زدن، نذاشتن کار انوافش انجام بده، تحقیق کنن، شاید خودشون به این نتیجه برسن علمی که باید نظام اسلامی مجموعه ای رو تشکیل بده تا از آمران و ناهیان مردمی حمایت کنه، به لحاظ غذایی، به لحاظ مالی، به لحاظ مجوز، به لحاظ حمایت معنوی. حالا این میشه اگر که شده جلسه بعدی که خدمتشون بودیم این مسئله باید توضیح بدن که یعنی چی هستن. آیا خود به خود ممکنیشون بگن نه آقا با آموزه های اخلاقی خود به خود مردم اصلا چرا تشکل؟ آقا مردم وزیدانه همین انتقادی که به ما میکنن، آقا شما میخواید یه تعداد خاصی رو فقط اجازه بدیدن به معروف کنن، خب این که شد بقیه میگن خب اینا اصلا ما دیگه نمیخواد، خودش عامل منکر میشه این کار شما، بقیه رو از امر به معروف همگانی باز میداره. اینا اون چیزایی که باید تبیین بشه. من اشاره فقط بکنم، ببخشید، من آخر کتاب گفتم برنامه عمل و قوانینی که باید برای این موضوع در واقع برای امر از منکر به اصطلاح چیز بشه، تدوین بشه. آخر کتاب دوستان قرار بود بشه که ماده حقوقی بدیم دیگه و این کارو کردیم واقعا. حالا شما اینا میتونید نقد بکنید این موادی که اینجا برای لایحه ارائه شد اشکالاتش چیه، چی میشه اضافه کرد، ولی اینا اومده که باید این قوانین به اصطلاح تصویب بشه برای اینکه کسایی که اون تشکلایی که شما میگید قوانینی باید اون رو حمایت بکنه تا بتونن اجرا بکنن کارش. ببخشید معذرت. خیلی ممنون. ما معمولا دعا میکنیم آخر جلسه. آیه هادی پور شما خوب دعا کردی، الان همه بخوان دعا کنم خیلی میشه. شما دعا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا فرج مولانا امام زمان برسان. خدایا فریضتین رو در جامعه ما به احسن وجه اقامه بفرمایید. خدایا به ما توفیق یاری فریضتین در جهت اقامه عنایت بفرمایید. خدایا توفیق فهم دینت آنطور که مرضی رضای تو هست به ما عنایت بفرمایید. خدایا جامعه ما رو زمین ساز ظهور مولامون امام زمان قرار بده. رهبر عزیزمون رو به عنوان علمدار اسلام ناب در زمانه ما یاری بفرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد اون چه که انجام میدیم در مسیر اقامه امر به معروف و نهی از منکر مرضی رضای خودت قرار بده. جهت اجابت دعاها بلند سبب. جهت تشکر از آقای دکتر و اینکه حوصله کردن، تحمل کردن و با سعی سعد رو کردن، جهت سلامتیشون هم سلوا. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. مساعد کردیم مثل دسته شما را دیگه. نه خیلی از آقایین مدیران کسی هست که سر رسید بخواد ازش خوب استفاده بکنه؟ اگر هست که سرفست برای دیده باشه 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 که